سلام بچه ها، سلام به همگیتون. گفتم یه دونه لایو آزاد بذارم، هم پاسخ به سوالات باشه، هم همینطوری خودم یه سری حرف رو بزنم، ببینیم به کجا میرسیم. سلام سلام مرسی بچه ها، من خوبم. خب بچه ها، من اولش که میگه خونه ما هم بیا باشه، ممنونم ازت، دایرکت بده به من، با هم چیز میکنیم، صحبت میکنیم، هماهنگ میشیم. بچه ها من دیگه حالا زیاد وقتتون رو نگیرم با مقدمه و این صحبت ها. من دیشب خب لایو سیما و فرشته رو دیدم، بعدش صحبت‌های زیبا رو با نرگس گوش کردم و تمام اینا. حالا یه سری حرفای خودم هم می‌خواستم بزنم توی این لایو، نظراتم بگم، حرفامو بزنم. اولا که از لایو سیما و فرشته، مخصوصا از اون تیکه که سیما اومد بالا، اولش که ماریا سلام، اولش که شروع کرد به صحبت کردن، من خوشم اومد. و یه مثلا چند تا نکاتی که سیما گفت، من خودم هم اینا رو در مورد وحید دیده بودم. خودم هم حالا بهتون میگم چیا، خودم هم اینا رو دیده بودم و دوست داشتم که راجع به اینا بیام بگم. مثلا دو تا نکته ای که حالا وحید گفته بود که اینا برای من عقده شده در مورد سیما، یکی اون جریان پسته بود، یکی همون جریان میوه. سیما اومد گفتش که خب حالا دیگه لایف هست، من خیلی نمیخوام دوباره حرفای اونا رو بزنم، ولی اومد گفتش که خب من مثلا میوه رو، گفت من میوه رو همیشه میذاشتم رو میز. راستم میگه، منم که ترکیه بودم اینجوری بود، یعنی سیما واقعا مثلا همه چی بود و مثلا احساس خود من احساس معذبی نداشتم که بگم مثلا نمیتونم در یخچالش رو باز کنم یا آدم رو میپاد که مثلا چیزی نخوری یا بخوری. واقعا این حالت رو من در رابطه با سیما نداشتم. بعد گفتش که وحید گفت من آلوچه خریده بودم، خب میوه های نوبر هم گرونه، هم همینی که خب آدم یه شاید زیاد نره مثلا یه دفعه 3-4 کیلو بخری، یه مقدار محدودی میگیره و میذاره، میخواد چند روز تو خونش باشه، مثلا هر روزی 4-5 تا بخوره دیگه اینطوری. این مسئله که میگفت وحید مثلا توی اینجور موارد انگار بی ملاحظه میخوره، یا مثلا چه میگفت شیرینی رو میبلعه یا میوه رو، میگفت مثلا احساس میکنه که بی ملاحظه مثلا یه دفعه تموم میکنه. اینو منم دیده بودم توی وحید، مثلا دو موردشم اومدم گفتم و توی همون سری قبل توی ترکیه بود، خونه سیما بود، که یکیش اون شیرینیایی بودن مثل کیک یزدی، یه شیرینیایی بود که دوست سیما همون حامد هومنی که گرفته بود، چون دوبار اومد اونجا، دفعه اول اون شیرینیه رو گرفت، یه بسته انقدری بود که مثلا امروز که گرفت، صبحش که ما بیدار شدیم مثلا شاید توی جعبه مثلا دو تا مونده بود، یعنی مثلا شب تا صبح وحید همه رو خورده بود. بعد یه دفعه دیگه هم دوباره هومن میخواست بیاد اونجا، بعد گفتش که من بامیه میخوام، مثلا شیرینی بامیه میخوام بیارم براتون. شاید 3 روز مونده بود به موقعی که زیبا بخواد بیاد ترکیه، هنوز زیبا نیومده بود. بعد یه دفعه من گفتم که چیزه، گفتم خب بامیه زیبا هم دوست داره، میذاریم برای زیبا.
یه دفعه وحید با یه حالت خیلی چیز، یعنی من اصلا یه ثانیه شوکه شدم، مونده بودم داره شوخی میکنه جدی میگه، با یه حالتی گفت نه چی هی همش بذاریم زیبا بیاد، بذاریم زیبا بیاد، چون یه دونه سوهانی که آورده بودم، یه دفعه اون سوهانی که آورده بودم و سیما گفت من این الان نمیخوام باز کنم برای وقتی که زیبا بیاد. خب مال خودش بود، ما که نمیتونستیم برای خوراکی اون تصمیم بگیریم، گفت من این سوهانو میخوام بذارم زیبا اومد باز کنم. بعد خب منم مثلا اون گفت، منم چون میدونستم مثلا زیبا خیلی بامیه دوست داره، از این زولبیا بامیه هست، اون بامیه هاش، گفتم یه دفعه دیدم با یه حالت مثلا بغض و ناراحتی و اینا که بعد اینم گفت، گفت من هنوز اون سوهانه رو دلم مونده، هی بذاریم زیبا بیاد، بذاریم زیبا بیاد. بعد با حالت بد، بعد منم خب چیزی نگفتم، به هر حال مال من که نبود. بعد حامد یا هومن که اومد دوست سیما، اون بامیه رو با خودش آورد و منم زیاد اهل اینجور شیرینی و اینا نیستم. ببین اونم یعنی ظرف یکی دو روز، چون سیما خودش هم مثلا چیز خورده خوری میکنه، مثلا خیلی اینجوری نیست بگی مثلا فوکوس میکنه روی یه خوراکی و ترش و در میاره، سیما اینطوری نیست. اومدم دیدم که قشنگ جعبه اینم خالی شده که یه دونه مثلا یه چیز بود، من یه دونش رو برداشتم گذاشتم توی یه دونه کاسه کوچیک، گذاشتم توی یخچال. قشنگ گفتم که آجون من اینو برای زیبا گذاشتم و اینو نخورین، مثلا منظورم خب با وحید بود، سیما که چیز نکرد. که این شد که با سیما رفتیم بیرون، سیما گفت که خب زیبا گفته بود که مثلا بذارین خریدامون رو با هم بکنیم، چیزایی که میخوایم و پیشا پیش نرین بخریم، بذارین با هم بریم خرید. بعد رفتیم توی چیز، رفتیم از من و سیما، موقعی بود که وحید خب دو روز مونده بود زیبا بیاد، موقعی بود که وحید رفته بود سر کار و اینا، من و سیما صبحش رفتیم بیرون. بعد یه مغازه سیما گفت که من دوست دارم از این خورماها بخرم، هم با خودت ببری فرودگاه، زیبا میاد مثلا راه میرسه از اینا بخوره. بعد خورما رو که گرفت، یه جور خورمای مثلا خشکه ولی بزرگ بود، نه از این خورما خشکایی که توی چست هست، حالا اسمشو نمیدونم ولی جالب بود مدلش. بعد که اومدیم گفتش که اینو من گفت به وحید نگی یا اینو میذارم، یه دونه کمد داشت اون خونه قبلیش، پشتش مثلا این شیشه های ادویه و اینا بود، گفتش که اینو میذارم پشت این شیشه ها، وحید اینم ببینه تمومش میکنه، من میخوام زیبا اینا رو مثلا اینو بمونه برای زیبا. خب حالا اینا رو من برای چی دارم میگم؟ زمانی که زیبا اومد شروع کردیم خب یه سری حرفا رو گفتن و صحبت کردن و اینا، گفتیم که این مسائل اون موقع عنوان شد، یعنی من خودم هم گفتم که خب وحیدم خیلی ناراحت شد اصلا از اینی که من این حرف رو زدم و مثل کسی که حالا اصلا بذار رو حساب دشمنی یا هر چیزی. حالا من اصلا کار اینو ندارم بگم که نظر رو حساب دشمنی، حالا هر برداشتی که میخوای بر خود داشته باش، فقط اینو میدونم که اگه این مسئله راجع به هر کس دیگه هم بود من بازم میگفتم. بعد من اینا رو به چیز گفتم، به زیبا گفتم که اومدیم راجع بهش صحبت کردیم و بعد زیبا خودش خیلی قشنگ برای وحید وقت گذاشت، یه روز باش رفت بیرون صحبت کرد راجع به اینا. بعد چون چند تا مورد دیگه هم بود سیما ناراحت شده بود، حالا نمیخوام دیگه اونا رو خیلی باز کنم برای که مال گذشته بوده، فایلاش هم موجوده. بعد بردش بیرون و یه مبلغی، حالا نمیدونم 200 لیر بود یا چقدر بود، 200 لیر آره دیگه یه چیزی این حدودا. بعد گفتش که من
به وحید گفت مثلا وحید اون پول رو داد که حالا برین مثلا یه جور شیرینی از این شیرینی خوشگاهی که زیبا دوست داشت خریدیم و نمیدونم یه چیز دیگه هم گرفتیم. اتفاقا من و زیبا با هم رفتیم، یکی اون شیرینیه رو گرفتیم، یکی نمیدونم توت فرنگی بود چی بود، اونم کنارش مثلا حالا از پولش اضافه تر موند اونم گرفتیم. دو تا خوراکی، حالا اون شیرینیش مخصوصا یادمه، اون یکیشو خیلی خوب یادم نیست، گرفتیم و که مثلا به نوعی این جبرانی بشه که خب حالا اگه من مثلا بی ملاحظه اون کیک رو تموم کردم، بی ملاحظه مثلا زولبیا رو خوردم، توجه نداشتم که دیگرانم هستن و خب به هر حال سهم منم یه از این جعبه، حتی اگر گذاشتن جلو میگن خب یعنی میزبان اینطوری رفتار نکرده که بگه آه مال منه. خب حتی خود زیبا خیلی قشنگ، خیلی با صداقت، با صراحت و رک اینو میگه، شده به مهموناش مثلا بگه که آه جون این خوراکی، مثال میگم مثلا شما میتونین از این چیا بخورین، این عسله این مال خودمه، من اینو دوست دارم، از این لطفا استفاده نکنین. این اینا شده و این خب حق طرفه، ممکنه که من یه خوراکی داشته باشم مثلا اونو مخصوصا فقط واسه خودم بخوام، ولی خب سیما اینو نگفت، حالا یه اینجور چیزی رو تعیین نکرده بود، ولی بازم وقتی که یک جعبه باز میشه خب هر کسی یه سهمی داره، نباید دادم مثلا صرفا چون دوست داره، چون اشتهاش یاری میکنه، چون که طرف مقابل نیومده مثلا اینو بگه که مثلا سهم تو اینقدر، سهم من اونقدره، بیاد دیگه درو کنه و مثلا تاشو در بیاره، که خب به هر حال یه اینطور حسی هم به دیگران بده، دست بده که خب تو اصلا انگار که ماها رو نمیبینی، تو اصلا انگار که ماها رو حساب نمی کنی، که خب جون من اصلا شاید الان اشتها ندارم، شاید اینو میخوام اصلا تو خونم بمونه تیه یه هفته بخورمش، نه تو یه روز تموم بشه. بعد خب این حرفا زده شد و گفته شد و اونجا مسئله تموم شد. دیروز که دوباره سیما اینو گفت، خب من مثلا باز یاد این خاطرات افتادم، باز این چیزا برام مشخص شد و حقیقتا حس خوبی نگرفتم. گفتم که خب ما اون دفعه هم صحبت کرده بودیم راجبه این مسئله و خب وحید دیگه واقعا باید این براش یه درسی بشه، یه تجربه‌ای بشه که فقط به اشتهای خودش نگاه نکنه. حالا زیبا، من اینو اتفاقا خواستم اینجا یه مقایسه‌ای بکنم مثلا بین وحید با زیبا. زیبا خیلی دیگه خودتونم توی لایوا دیدین خیلی آدم خوشخوراکه، آدم خوشخوراک و با اشتهاییه، جوری که میگم من تو ترکیه فقط میگفتم من دوست دارم خودم، من اصلا تو ترکیه حتی یه دونه خرمالو رو کامل نخوردم و یه دفعه یادم یه نصفه، اونم دیگه زیبا داد دستم گفت اینو بخور، من فقط دوست داشتم این خرمالو رو که میگرفتیم، من فقط دوست داشتم، میگفتم تو من دوست دارم تو خرمالو بخوری، من بشینم نگات کنم، انقدر که تو اینو قشنگ و با اشتها و خوشمزه میخوری. حالا این به کنار، یه تفاوتی که مثلا بین حالا زیبا و وحید توی این مسئله هست، ببین زیبا قشنگ حواسش هست، یعنی من اصلا ندیدم که زیبا بخواد با مثلا یه جوری بخوره که انگار مثلا دیگرانو حساب نکرده، یعنی قشنگ حواسش بود به اندازه میخورد. یعنی مثلا خود من یه وقتا حالا یه چیزی دوست نداشتم یا یه چیزی مثلا گفتم من نمیخورم، اینو میخوری، اونجوری بود که بخوره، ولی اینطوری نبود که مثلا از اول بگی زیبا مثلا حالا این سوهان رو تموم کرد برای ما نموند، یا مثلا زیبا حتی خرمالو رو اگه مثلا انقدر دوست داره یه جوری خورد که مثلا دیگه ماها رنگ خرمالو رو ندیدیم. من حتی سر اون خرمالو هم که یه سری وعید ناراحت شد، چون که چیز بود، بذار من یه لحظه
یه بدشانسی و کامنتش رو دیدم بندازمش بیرون. خب من اون جریان خورمالوه اینجوری شد که من گفتم که مثلا یه بسته چند تایی بود، حالا گرفته بودیم دیگه، یه دونهش من گفتم خب از اینا یه دونهش سهم من میشه دیگه، یه دونه که مونده بود من نخورده بودم اصلا ازش، گفتم که این مال منه و اینو مشخصا به وعیدم گفتم که اونجا بازم خیلی بهش برخورده بود و اصلا کلی با من تو قیافه رفت و بعدنم اینو به عنوان یه مسئله صحبت کرد که برای من عقده شد و سحر به من گفت که، چون من اومدم بهش گفتم، گفتم این خرمالو مال منه و نخورش، من اینو گذاشتم برای زیبا، زیبا هم الان نمیتونه اشتها نداره، نمیخواست اون لحظه نمیخواست بخوره دیگه، گفتم اینو بعدن میخوام هر موقع که زیبا دوست داشت مثلا اشتها داشت اینو بخوره، که خیلی سر این ناراحت شد که اونجا دوباره صحبت کردیم دیگه، دوباره صحبت کردیم راجبش، حالا سعی کردیم که جریان حل بشه. یه سر آب بخورم. که دیگه همین دیگه، گفتیم که اون موقع هم اینا صحبت شده بود و الان هم چون که یه بخشی از این مسئله ناراحتی سیما به این مسئله برمیگشت، من خواستم به هر حال مشاهدات خودم رو توی یک مورد، چطوری مهرو جان خوبی، توی یک مورد مشابهی بگم. من ببینید الان دیدم یکی از بچه ها پیام داده که سحر کم غذاست، نه من واقعا اونجوری هم نیستم که حالا بگی همیشه خیلی کم میخورم، ولی توی این ماجرا نمیخواستم مثلا وحیدو با خودم مقایسه بکنم، چون شما وقتی خب یه خوراکی رو خیلی دوست نداری خیلی هم نمیخوری دیگه، پس اون ربطی به رفتارت نداره، اون ذائقته، پس به خاطر همین وحید رو مثلا توی این موضوع با زیبا خواستم یه مقایسه بکنم، که بخوایم کسی رو با من مقایسه کنیم باید بریم تو بخش ترشی. توی ترشی من، آره من خیلی دوست دارم. خب فرشته موزیه برو تا ته خط. ببین فرشته رو من نمیخوام زیاد راجع به فرشته صحبت بکنم، ولی کامنت های مشابه همین کامنتی که این کی بود اسمش، بذار ببینم اسمش رو نمیدونم، حالا همین یکی از بچه ها نوشته بود، خیلی کامنت های منفی در مورد فرشته فامیلیش هم یادم میره، همون فرشته که از آلمان لایو میذاره، خورسند چیز بود، فوزیه بود، حالا ول کن دیگه، رخشانی بس، فرشته رخشانی کامنت های خیلی منفی براش دیدم، که خب خیلی کسا میگفتن که موزی آبزیر کاهه، نمیدونم فرصت طلبه، برای فالوور میاد این لایوار میذاره، نمیدونم و خیلی چیزای دیگه. من نظر مثبتی بهش ندارم، ولی واقعا دیگه در این حدم بهش فکر نمی کنم، همینی که این لایو رو گذاشت من خیلی خوشحال شدم، خود من از لایوشون خوشحال شدم دیگه، حالا با هر انگیزه یا حالا دیگه در حد خودش هر صحبتی که میکنه، اونا دیگه در واقع به شخصیت خودش برمیگرده، من راجبه اون نمیخوام صحبت بکنم. آره فرشته رخشانه.
ببین یه جای دیگه هم باز ببین سیما که سیما یعنی خب خیلی از جاهایی که حالا اگه اشتباه میگه اشتباه مثلا چه حالا از نظر منطقی بگیم داره اشتباه میگه چه از نظر نوع برخوردش همه اینا مشخصه، یعنی و صحبت در مورد سیما، صحبت انتقادی در مورد سیما خود من یکی زیاد کردم، حتی یه لایو راجبش گذاشتم همین چند وقت پیش توی پیجم و خیلی این چیزا راجب سیما زیاد گفته شده و خود من منکر این نمیشم که سیما یه وقتایی یه مسئله ای اگه هست انقدر دیگه اینو بزرگ نمایی میکنه و اغراق میکنه که مسئله از اون حالت حقیقت کم کم انگار خارج میشه، دیگه انقدر بزرگش میکنه. خب اینا به هر حال ضعفای خودشه و شاید اگه خیلی باز خوبه، همینی که میاد صحبتاشو میکنه خوبه، ولی خب منم منکر این نمیشم که سیما یه جایی رو مثلا خیلی اغراق میکنه یا حالا با پیازداغ بیشتری میگه، کار به اون قضیه ندارم، ولی من چون که خودم هم این وسط کسی هستم که در ارتباط با وحید زیاد بودم، بیشتر میخوام اون مسائل رو مثلا حالا توی این صحبت ها اون نکاتی رو بگم که خود منم یه جورایی در واقع اینا رو دیده بودم. مثلا یه چیز دیگه که سیما گفت، گفت بعد از اونی که نمیدونم سر کدوم قضیه فوزیه میره شروع میکنه به وحید حالا داد بیداد کردن و حرف زدن و اینا، که وحیدم چیز میکنه متقابلا، خودش هم گفت منم صدامو بردم بالا، نمیدونم جوابشو دادم، گفتم خفه شو زر نزن یا نمیدونم چقدر تو بیشعوری، حالا حرفای که گفته. سیما گفت بعد از اون دیگه وحید با ما حرف نمیزد. این حالت رو من توی وحید همیشه دیدم، یعنی حتی توی موارد خیلی کوچیکتر، حالا اینی که کسی بیاد بهش فوش بده یا بخواد صداشو بالا ببره و دعوا کنه که دیگه در جای خود، ولی در مواردهای خیلی کوچیکتر که مثلا حالا بخوای حتی یه انتقادی بکنی، یه چیز مثلا ملایمتری هم بگی، اینی که بخواد برخورده اینجوری کنه که مثلا یه دفعه قیافش اونجوری کنه، بخ کنه، بره بشینه یه جا یا دیگه حرف نزنه یا مثلا حالت قهر کنه، توش خیلی بود. بعد اونجا هم که سیما اینو گفت، من باز این موضوع برام چیز شد که خب بازم این به جای اینی که حالا من نمیگم اگه فوزیه مثلا به تو چیزی میگه بشین نگاش کن یا جوابشو نده، روش خودتو داری، من اصلا وارد این نمیشم، ولی این حالتهای قهرآمیزی که داشته به نوعی اینم اونا رو اینطوری اذیت کرده، یعنی اگه مثلا فوزیه اومده حرفای اونجوری زده، سیما به قول خودش حالا متلک پرونده، اینم یه جور دیگرش با قهر کردن و حرف نزدن و کم محلی کردن و بی‌اعتنایی کردن باز یه جور دیگه خواسته مقابله به مس بکنه، با بسته به اینی که خب مثلا حالا تو چه موقعیت و قدرتی که داری، ولی یه رفتار به قول زیبا خیلی جالب میگه رفتاریه، یعنی این نیستش که مثلا حالا همونجا بخواد اگه سیما مثلا یه مترکی هم میگه یه چیزی هم میکنه سعی کنه با صحبت کردن مثلا بگه که بیای مسئله رو بازش کنیم، مسئله رو اگه قرار دعوا هم بکنیم، دعوا که تقریبا کردین یه جورایی، حالا مخصوصا بیشتر با فوزیه که درگیری رفتی در یه حدی داشتین، ولی اگه قرار دعوا هم بکنیم خب بابا دعوامون حداقل مشخص باشه سر چیه، نه اینی که من اخم کنم برم تو اتاق اون یکی مترک بگه، این یکی فوش بده، نمیدونم یه جوری که مشخص جو خوبی نیست، ولی خیلی هم واضح بحثا توش باز نمیشه.
میگه که مریضی فوزیه چیه؟ بیماری فوزیه که زیبا راجبش صحبت کردم بود، یعنی توی لایف گفت بیماریشو بپرسین. قبلا یه باری اینو کامل گفته بود، توی یه لایوی گفت، فکر کنم یه کلیپی هم تو این زمینه نمیدونم داره. حالا اونو ول کن دیگه، چیزی که یاد من میدونم فوزیه بیماری هپاتیت داره. آره، بیماریش این بود. هپاتیت چی نمیدونم من دیگه، جزئیاتشو نمیدونم، ولی مثل که اونی که به هر حال چون خیلی آدمی خیلی ساله که این مسئله رو داره، اون نوعیشه که خب خفیفه و حالا مثلا خیلی چیز نیست. چون اگه هپاتیت ناجور بود که تا الان باید به هر حال حتی کشنده است هپاتیتی که خیلی شدید باشه. خب بچه بس دیگه، یه سوال کردید راجع به بیماری فوزی بهتون گفتم. علتشو من نمیدونم، علتشو نشنیدم که جایی گفته باشه. آره، اینکه از کجا گرفته چجوری بوده من فقط در همین حد میدونم. اینم چجوری زیبا فهمیده بود، فکر کنم از این اینا یه مدتی میرفتن برای داوطلبان خون اهدا میکردن، بعد که میرفتن خون اهدا که از اینا آزمایش میگرفتن مثلا برای حالا به عنوان یه مزیتی که بذارن برای کسایی که میرن خون اهدا میکنن، مثلا مثل یه طور چکا. بعد از طریق اون مثل که حالی یه بار فوزیه میره خون میده، بعد اون جواب آزمایشی که براش میاد و فکر کنم زیبا میبینه، از اونجا متوجه میشه که فوزیه این مسئله رو داره. آره، هپاتیت نارسایی کبد است. آره دیگه. حالا از این بحثا بیایم بیرون. من تقریبا یه نیم ساعتی شد راجع به این مسائل صحبت کردم، یه بخش دیگه یه لایف. حالا دیگه میخوام راجع به خودم حرف بزنم و برنامه ها و کارهایی که داشتم توی این مدت. خونه رها که رفتم چقدر جالب بود، چقدر خوب بود و لایوش رو شماها خودتونم دیدین. اصلا کلن ارتباط با رها خیلی بر من جالب بود و توی لایو هم گفتم، بیشتر به خاطر اینی که من یه تصور دیگه ای داشتم از کسایی که زمانی اعتیاد داشتن، حالا از ظاهر اینو از چهره اینو همش، و چون رها هیچ کدوم این علائمی که من فکر میکردم باید داشته باشه رو نداشت و خیلی هم اتفاقا خوب بود، من ازش خوشم اومده واقعا. حتی بعد از اینی که فهمیدم مثلا این همه سال میدیدم خیلی سیگار میکشه، ولی خب فهم که هم فقط سیگاریه. بعد که دیدم این مسئله رو برای من تعریف کرد و مثلا اعتیاد و ایناشو فهمیدم، مثلا حقیقتا اصلا ازش حس بدی نگرفتم، مثلا بگم بعدش حالا ازش بترسم یا ازش یه حالتهایی دیدی آدم ممکنه یه و یه چیزی رو راجع به یکی میشنوه مثلا بهش دست بده، اینجوری نبود. یکی دو بار تو ذهنم اومد که مثلا، البته تو ذهنم که اومد یعنی طوری نبود، یه وقت شما یه فکری میکنی
برای اون فکرت یه احتمالی در نظر میگیری، مثلا میگی که 10% 20% ممکنه که این فکری که الان کردم واقعی باشه. ولی من مثلا چند بارم تو یه تصویری تو ذهنم اومد که مثلا بهش واقعا هیچ درصدی از واقعیت رو نمیدادم، ولی مثلا چون شیشه رو گفت مثلا شیشه میکشیدم، اعتیاد به شیشه هم داشتم، من خب خیلی ذهنیت منفی داشتم نسبت به کسایی که شیشه میکشیدن. فکر میکردم اینا مثلا یه سری توهماتی میزنن که ممکنه آدم بکشن، ممکنه مثلا یه یا آثار مخربش مثلا دیگه تا همیشه رو مغز اینا میمونه. اینا چیزایی که من توی مجازی شنیدم، یعنی اطلاعاتیه که همینجوری حالا توی یه مثلا خبری چیزی به چشم خورده. بعد یه چند بار مثلا تو ذهنم اومد که نکنه این هنوز مثلا، یعنی مثلا تو اینی که این هنوز مصرف میکنه، یهو یه رفتاری بکنه، یه کاری بکنه. چند بار یه تصویرای اینطوری تو سرم اومد، ولی اینجوری نبود که بخوام باورش بکنم یا بهش مثلا یا بخوام حتی بابتش بترسم. فقط دیدی فکرت میره در همین حد. وقتی هم که از خونش اومدم، رها پول اسنپ منو داد چون خیلی دور بود به اینجا. سلام نانا جان. خیلی دور بود و بعد من چیز کردم، من رفت و برگشتم و با اسنپ رفتم خونه رها. رها هم هزینه شد و هزینهش هم کم نشد، 200 تومن شد. بعدش دیروز که داشتیم با زیبا صحبت میکردیم، یه چیزی به من گفت، خیلی این حرفش درست بود. من اینجا یعنی جزو یکی از برنامه هام بود که اصلا توی لایوم راجع به این مسئله، راجع به خودم صحبت بکنم، راجع به خودم صحبت بکنم و خب واقعیتی که هست رو بگم. زیبو گفتش که تو مسئله محیط زیست در تو نهادینه نشده، یعنی حتی اگر کارهایی هم میکنی یه جوری انگار مثلا برای اینه که بخوای حالا یه جور مثلا نمایشی طوره. خب نمایشی طوره. بعد اینو که اینا رو که گفت، حالا خیلی مفصل تر گفت، من الان میخوام حرفای خودم رو بزنم. من حالا خیلی دلایل میتونستم براش بیارم که نه اینطوری نیست، من این کار میکنم، من اون کار میکنم، ولی وقتی به این موضوع واقعی نگاه کردم دیدم که راست میگه، حقیقتیه. من حتی جاهایی هم که از مترو استفاده میکنم، چون من مترو خب خیلی زیاد سوار میشم، قبلا اینجوری نبود، الان خیلی زیاد میدیدم که من اگر که دارم از مترو استفاده میکنم الانا، بیشتر از اینی که بخوام مثلا فکر محیط زیست باشم، فکر مسئله اقتصادیشم، یعنی چون که ارزون تره من از مترو استفاده میکنم، نه چون که به این فکر کنم که بگم مثلا یه دونه ماشین به خاطر من یه نفر داره میاد میره و این یه وسیله جمعیه، این برای محیط زیست فلانه بیساره چنانه. یا مثلا همین مسئله کیسه های پارچه‌ای، من اصلا این موضوع، یعنی اینجوری هستم که نگیرم مثلا یه چیز کوچیکی اگه میخرم مثلا همون موقع تو کیفم بذارم، نایلون نگیرم، یا اگه مثلا همراه همه دوباره مثلا یه چیز دیگه هست بگم تو یکی بذار مثلا نایلون زیاد نگیرم، اینطوری هست. ولی اینی که من بخوام به این موضوع خیلی جدی فکر کنم یا خیلی برام مهم باشه که بگم من الان مثلا این کیسه پارچه‌ای رو دارم یا حتی این نایلون به هر حال تو کیفمه، به احتمال اینی که اگه دارم میرم بیرون چیزی خریده شو توی این بذارم، واقعا نیست. یعنی هنوز رک بگم به این سطح شعور بخوام برسم که این موضوع برام یه چیز مهم نهادینهی بشه که اصلا بهش فکر بکنم و دیگه
شعاف نباشه، واقعیت باشه و بدونم که مثلا حالا این کاری که دارم میکنم چه افکت مثبتی به خودم داره، چه افکت مثبتی به محیط زیست و جامعه و همه اینا داره، نبوده واقعا، هنوز نشده. و فکر میکنم حالا گفتن همینا که حالا توی این لایو دارم میگم و مثلا همینا رو دارم عنوان میکنم، شاید کمکی بکنه به این ماجرا، چون در نهایت دلم میخواد که، یعنی یه چیز دیگه، یه شعوره، یعنی وقتی شما مثلا اینو بهش برسی یه چیز بزرگی کسب کردی. خاطر همین توی این موارد تا دلتون بخواد بیدقتی از من زیاد میبینین، بیدقتی از من زیاد میبینین، به خاطر اینی که مسئله اگر که جا افتاده باشه دیگه خودش اتومات تو جاهای مختلف میزنه بیرون. ولی وقتی که جا نیفتاده تو داری فقط مثلا اینو میگی چون شنیدی، میگی چون فکر میکنی خوبه، پس خیلی جاها هم یادت میره. بچه برنامه همدان و مجید مقدم و اینا هنوز توی ذهنم هست، ولی خب برم معلوم اعلام میکنم دیگه، من وقتی که برم بهتون میگم. هنوز نرفتم، هنوز برنامه ریزی براش نکردم، ولی جز برنامه هامون هست. مجید پسر خوبی، حتما بهت خوش میگذره. آره خودم هم چیز دیدگاه مثبتی دارم و آره، حالا چون که یه چند تا برنامه توی تهران هنوز داریم و ولی اینو راجبش دیگه باید برنامه ریزی بکنیم. خب میگه که از وید خبر داریم؟ نه خبر نداریم دیگه، اینو زیبا هم تو لایوش گفته بود. اگر هم کانال رو دنبال میکنید باید بدونید که خب ما هر خبری میشه توی کانال میزنیم. من حتی در رابطه با مسائل مثلا ظاهری، چون میخوام مثلا الان تو این لایو مثلا میخوام یه سری چیزا رو راجع به خودم بگم، یه سری چیزایی که شاید راجبشون زیاد تا حالا صحبت نکردم، من حتی در رابطه با مثلا مسائل ظاهری اینجوری نیستم که از آرایش زیاد خوشم نمیاد، مثلا بگم خیلی آرایش کنم، خیلی ذوقش رو داشته باشم، بشینم حالا مثلا این خط چش اینجوری ریمل بزنم، نه اینو اینجوری کن اونجوری کن، نه کلا همین ساده بودن رو دوست دارم. ولی اینطوری هم نیستم که بگم مثلا خیلی برام بی اهمیته، یا مثلا یه چیزی به اسم مود کاملا برای من چیشو مثلا ارزشی نداره. الان اگه مثلا یه لباس این شکلی مود شده من دلم نمیخواد اونو داشته باشم، شاید دنبالش نیستم مثل سابق. مثلا اگه بخوای با گذشته خودم مقایسه بکنیم،
اونجوری دنبالش نیستم، یا مثلا حالا شاید مثل خیلی از دخترهای دیگه که خیلی دنبال این مسائلن، من اونطوری نیستم. ولی نسبت به حالا یه سری باورهای درونی خودم هم بخوام، یعنی یه سری باورها، نگیم باورهای درونی، یه سری باورهای خودم هم بخوام خودم رو مقایسه بکنم، باز میبینم من خیلی جاها مثلا دوست دارم، دلم میخواد مثلا دلم میخواد یه سری لباس ها رو مثلا برم حتی بخرم، مثلا همشون، من خیلی لباس های دست دوم، حالا خودتون میدونین، زیاد استفاده میکنم، مثلا بچه ها میگیرم یا به حال گذاشتیم دیگه روی اینستاگرام، ولی خیلی جاها هم دوست دارم، مثلا هنوز این اینطوری در من نهادینه نیست که بگم تماما من فقط الان یه جوری شدم که مثلا اگه زیبا این کارو میکنه، زیبا مثلا قدرت خریدشو داره که بتونه مثلا الان بره اینو بخره یا این چیزو بکنه، یا حتی اصلا بچه ها بهش میگن که مثلا زیبا برو فلان چیزو بخر مثلا با هزینه ما، خیلی وقتا اونم نمیکنه، برای که انقدر این مسئله قدرتش توش زیاده، این مسئله خرید نکردن، این مسئله که تو دنبال این مودا نبودن اینا، یا مثلا محیط زیست چی 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 اینا، انقدر توش قویه که به راحتی نمیره خرید کنه. اصلا خودتون دیدین دیگه سر اون جریان کفش، چه پدر همه رو در آورد 20 دفعه مثلا برو لایو بگیر انتخاب بکن نکن سختش بود چی چی، حالا تا بالاخره مثلا یه کفشی چی شد خرید. ولی من هنوز اونطوری نیستم، یعنی من برعکسشم، من سعی میکنم که مثلا اون نخریدنه برام سختره تا خریدنه، ولی زیبا برعکس اینه، درست گفتم؟ یعنی زیبا سختتر خرید میکنه. من خیلی، یعنی من میگم، من به نسبت گذشته خودم و به نسبت خیلی کسای دیگه ای که توی دور و اطرافم میبینم، یا اصلا توی معمول جامعه که میبینم، خب خیلی شاید مثلا من نمرم بالا باشه، ولی باز وقتی که با درونیات خودم مقایسه میکنم میبینم که نه، منم هنوز این چیزا رو دارم، منم هنوز مثلا این مسائل رو دارم، کامل تو من از بین نرفته. حتی من مثلا موهای زائد بدنم رو مثلا رفتم لیزر کردم، الان 2 جلسه مثلا من رفتم، خب اگه آدم مثلا خیلی بخواد اون نچرال بودن و کسایی که خیلی دنبال مثلا خیلی این مسئله مثلا همین نچرال بودن آدم براشون مهمه، خب همین کارا رو هم نمی کنن. ولی من واقعا از این مسئله خودم اذیت بودم، یعنی دوست نداشتم مثلا این، چون که موهای زائدم هم زیاد بود، بعد وقتی که مثلا چیز کردم دیدم خب مثلا میخواستم این کار رو بکنم، یعنی اگه نمی کردم برام مثلا یه جور مثلا از روی فهم و شعورش نبود، از روی این بود که بخوام مثلا خودم رو حالا مجبور بکنم، انگار که مثلا به زور بگم که خب نه، من چون میخوام نچرال باشم پس این کارم نمی کنم. ولی دیدم نه، اینطوری نیست، پس انجامش دادم. ولی خب مثلا عمل کردن بینیم که نکردم، اون این حالت رو نداشت. مثلا من از اون زمانی که تصمیم گرفتم که مثلا گفتم که خب دماغم نمیخوام عمل کنم و اون پروسه‌ای که داشتم و همه اتفاقاتی که افتاد، خب دیگه بعد از اون کامل این موضوع از من رفت شد و خب خودم و مثلا چهرم و مثلا بینیم و همه اینا رو همینطوری که هست دوست دارم، و خب میبینید که مثلا مدام لایو میذارم، مدام عکس میگیرم، عکسام فیلتر نداره، لایوام نمیدونم فیلترش آفه و کاملا اوکی هم با این قضیه،
ولی در مورد مثلا این جریان لیزر و موهای زائد بدن و اینا اینجوری نبودم. صورتت خیلی خوبه، نچراله، مرسی. خیلی خوب. بچه من کسایی که نشناسم نمیارم بالا. آره. نونا میگه که خوب کار کردی سر. من خودم چند سال پیش لیزر کردم و فکر کنم اگر امروز بود هم باز لیزر میکردم. خب بچه ها، این هم صحبت هایی که میخواستم بکنم. باز اگه سوالی دارین راجع به مسائلی که پیش اومده، اتفاقاتی که شده، بپرسین از من. اگرم نه که کم کم لایومونم 46 دقیقه شد. ابروها تتوه؟ نه، ببین ابروها بذار یه ذره از نزدیک بهتون نشون بدم. به من قبلا ابروامو تتو میکردم. خب فکر کنم، نمیدونم، چیز ندیگه، کامل پاک شده. قبلا ابروامو تتو میکردم، مثلا شاید آخرین بار چند سال پیش بود، شاید آخرین بار مثلا 5 سال پیش بوده. ولی دیگه یه تایمی به بعد تتو نکردم هیچی. حتی الان مثلا خیلی هم نمیرم آرایشگاه بردارم، همینطوری فقط این زیراشو با از این تیغ ابروها هست میگیرم، بعد یه ذرم اینجاشو قیچی میکنم دیگه. مدلش همینه، خوبه، خودم راضیم. حالا خیلی، چون من دوست ندارم ابروهایی که اینجوری خط مرتب اینجوری میندازن، دوست ندارم. مثلا میگم همین حالت پاچه بوزی چیه، هر چیه خوبه دیگه. آره نه، ابروهام هاشور میگم خیلی ساله، 5 سال پیش داشته، دیگه الان همشون پاک شده. بچه من چندین تا کامنت دیدم، اینم جواب میدم بعد لایو میبندم. چندین تا کامنت دیدم راجع به مسئله بو از من سوال کردین، که میگین که آیا وحید بو میده نمیده، نمیدونم چی چی فلان. ببینید، من موضوعی که توی این رابطه شد، من یه بار دیگه توی این لایو میگم، به خاطر اینی که فکر میکنم خیلی هی این حرفا داره گفته میشه. من 2 سال پیش که رفتم خونه وحید، اولین باری بود که وحید رو میدیدم توی نظر آباد. اون موقع که رفتم، خب سر کار میرفت، بعد من خب بوی عرق و من اون موقع ازش آره حس کردم و خیلی باعث حتی اذیت من شده بود. یکی اون بوی عرق بود، بعد یکی دن دو تا مسئله، یکی اون بوی عرق زیاد بود توی خونه من اذیت شدم، یکی هم بوی بخاری هست، این چیزی که داره بوی بخاری دیگه، میدونین خودتون. طوری که دیگه من مثلا حالتهای سردرد بهم دست داد و بعد روم نمیشد اون موقع بگم، برداشتم فقط به زیبا مسئله بخاری رو گفتم. گفتم که زیبا، من بخاری اذیتم میکنه، بوی بخاری اذیتم میکنه، که زیبا گفت خب باشه دیگه، نمیخوای که خودتو شکنجه کنی، حالا 2 روز اونجا بودی. بعد با فریبا طباطبایی صحبت کرد که دیگه رفتیم خونه فریبا و کار ندارم دیگه، از اونجا اومدیم بیرون. بعد که از اونجا اومدیم بیرون، من چند روز بعدش اینو به زیبا گفتم. گفتم زیبا، من خیلی اذیت بودم اونجا، این مسئله بوی عرق و اینا منو خیلی اذیت کرده بود. بعد که زیبا گفتش که به خودش گفتی؟ گفتم که نه، مثلا روم نشد. حالا به هر حال خب روم نشده بود اون موقع دیگه.
یه زیبا خیلی عصبانی شد اون موقع، خیلی عصبانی شد با من دعوا کرد سر اینکه چرا مثلا نتونستی به خودش بگی. بعدن خود زیبا رفته بود بهش گفته بود، نه گفته دارم میگم دیگه، حالا هی دارم کامنت میدن میگن گفته بودی خیلی بومیدی گفته بود. خب دارم همونو تعریف میکنم، نگار مثلا دارم برعکسشو میگم، گوش بدین ببینین جریان چی بوده. رفته بود بهش گفته بود که سحر این حرفو زده، و بعد من دیدم که بعد یه دونه ویدیو مسیج داد توی گروه، گفتش که اگر مثلا بازم یه همچین مسئله پیش اومد و مثلا بوی ناراحت کننده ای از من متوجه شدی به خودم هم بگو، که منم مثلا گفتم باشه و قضیه تموم شد. قضیه تموم شد که خیلی دیگه بعد از اون بچه ها مثلا توی لایو ها حالا کامنت میدادن، هی مسخرش میکردن، هی چیز میکردن دیگه، اینو کرده بودن دیگه دستمایهی برای تحقیر کردن. حالا اگه از هر موضوعی ناراحت بودن یا اگه با این آدم حال نمیکردن، از هر چیزی که بعدشون میومد هی میومدن میگفتن که آره این نمیدونم بوگندوه، این فلان سحر گفته سحر گفته سحر گفته، که این مسئله خودش یک عاملی شد که وحید فکر میکنم یه عامل بزرگی شد که وحید خب خیلی بخواد از من متنفر بشه، با وجود اینکه من اگرم مثلا بیان کردم واقعا خب قصدم این نبود که بخواد یه همچین کارزاری روی اینستاگرام را بیفته، ولی خب دیگه وقتی شما یه چیزی میگی دیگه اجتناب ناپذیره، بعدش پیاما شروع میشه. بعد از اون باری که من اینو گفتم و مثلا این انتقادو کردم و اینا، خب بعد از اون من خیلی دفعات بعد وحیدو دیدم، ولی دیگه هیچ وقت اون جوری که اون موقع، حالا چون زمستون بود حالا عرق کرده بود هر چیزی، دیگه هیچ وقت به اون شدت نبود مثلا بگم که وای اون بوی مثلا عرق و اینا رو میده یا آدم کثیفی. یعنی من فکر میکنم شاید همون مسئله حتی باعث شد که دیگه یه دقتی پیدا بکنه حالا تا حدودی روی این موضوع، که دیگه اون مسئله بو و اینا تکرار نشه. آره دیگه من دیگه هیچ وقت به اون شدت که مثلا بگم الان توی اتاق اومده و مثلا آدم متوجهش میشه، من دیگه اونجوری ازش ندیدم. و خب حالا اگه فرید اومده مثلا اینو گفته یا اگر سیما اومده اینو گفته، چون من حتی یادم خود سیما توی ترکیه حتی ویدیوش هست هنوز اونجا، چون که با من یه ذره لج شده بود سر جریان دیلدو و اینا، داشت میگفت که آره وحید که اصلا بو نمیده، معلوم نیست این حرفا از کجا براش در اومد فلان اینا. ما منم هیچی نگفتم، گفتم خب باشه دیگه. حالا من الانم نمیگم سیما راست میگه، نمیگم سیما دروغ میگه یا فرید، چون من به هر حال همزمان اونجا نبودم. من فقط اون چیزی که در رابطه با خودم بود رو برای شما گفتم، و ولی اینجوری نبود که بگی کلن یه آدمیه که مثلا همیشه بو میده، نه واقعا نیست، واقعا اینطوری نبود. و شما هم اگر که الان 300 خورده نفر تو این لایوین، شماها اگر که واقعا این موضوع براتون خنده داره، اگر این موضوع براتون یه چیزیه که باهاش اصلا شما فرض کن وحید بد عالم، مثلا وحید منفورترین از نظر هر کدومتون، ولی اگر که اینو یک دستاویزی کردین برای کوبیدن این آدم یا هر کس دیگه‌ای، خب واقعا باید به شعور و فرهنگ و شخصیت خودتون شک بکنید و سعی بکنید که اینو تو خودتون اصلاح بکنید، وگرنه اینی که خب یه نفر حالا عرق کنه، خب عرق بالاخره بو میده دیگه، عرق هیچ کسی بوی گل نمیده. خب حالا یه نفر عرق کرده باشه یا مثلا بوی ناخوشایندی بده، یعنی آدم بهش بگه خیلی خوبه، مثلا میره خوب لباسشو عوض میکنه، میره دوش میگیره، تموم میشه، و این تو هممون هست. ولی اینی که بخوایم دیگه اینو مثل یه
چکش بکنیم که بخوایم تو سر طرف بزنیم، خب یه ایراد فرهنگی بزرگیه. و از اون طرف هم خب مثلا میگم حالا یکی مثل وحید واقعا خودش باید به جایی برسه که خب این کامنت های شماها روش انقدر اثر نذاره و مثلا باعث ناراحتی و سرخوردگیش نشه، چون در نهایت خیلی ها اینا رو میگن، خیلی ها حتی طرف مثلا دعواش میشه با یکی اصلا اونو تا حالا نزدیکم ندیدهش، مثلا میخواد فوش بده بهش، برمیداره مثلا میگه بوگند و فلان بیسار. پس اینا دیگه چیزه دیگه، به قولی گفتنی کاریش نمیشه کرد. سحر خطرناکترین آدم تو این گروه. همچین بیراه هم نمیگی. خب بچه ها اوکی دیگه، تقریبا 1 ساعت شد لایومون و من صحبت هایی که میخواستم رو کردم.